ولی در این حال در حسین، در مسجد حسینی ارشاد، همونجا ترالت های پخش می کردن که در اون خواهد ترالت های اکس مرحوم تردی بود و اون که ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر در مسجد حسین ارشاد به مناسبت همین 45 سال فوت تختی آقای طالقانی اونجا سخنرانی داره و همچنین اسمی هم از من برده بودن که اونجا سخنرانی داریم در اون مسجد. محمد رضا طالقانی رئیس سابق فدراسیون کشت. ما بعد از ظهر که رفتیم در این مسجد ساعت 3:30 که رفتیم دیدیم تقریبا شب آستان و مسجده که هم فرشه هم صندلی گذاشتن، تقریبا جمعیت پره تو اینجا و آقای طالقانی هم تشریف آوردن، سایر ورزشکارهای قدیم و جدید هم آمدن، مسجد تقریبا پر شده بود. بعد قرآنی خواندند و بعد از قرآن یه شاعری بود که بسیار شعر ارزشمند قاطعی بر مبنای و همون سبکی که اون سهیلی و اینا نوشته بودن، یه شعر بسیار قشنگی ساخته بود که من از اون شاعر خواهش کردم که بعد یه نسخهشو بده به من و قرار حالا کی بده رو دیگه نمیدونم، اون قرار شد اون یه نسخه بده، بعد با شربت و شیرنی و چایی از مردم پذیرایی میکردن. خانمهایی هم که میامدن میرفتن در اون طبقه پشت همین مسجد، در اونجا ازشون پذیرایی میشد. در اینجا بعد از قرآن این آقا شعر بسیار خوبی خون، بسیار شعر ارزشمندی. بعد از اون شعر از من خواستن، من از گذشته مرحوم تختی و از اخلاق و خلقیات و از روش فکری تختی و اعتماد و اعتقادی که جامعه به تختی پیدا کرده بود و تختی محبوبیتش هم از نظر ورزشی بود هم از نظر اندیشش بود و به اندیشش آنچنان پایبند بود که از به دوستان مصدق نهایت احترام میذاشت، با اونا ارتباط گرفته بود، عضو کنگره جبهه ملی بود، منش در کنگره جبهه ملی نفر 22 بود که در کنگره جبهه ملی انتخاب شد و به عضویت شورای جبهه ملی رسید و وقتی اعضای شورای جبهه ملی به زندان افتاده بودن تنها 5-6 نفر از اونها آزاد بودن، تختی با اون 5-6 نفر اداره میکرد حتی جبهه ملی رو، چه برای اینکه خانواده‌هاشون سر میزد، سرپرستی میکرد، توصیه میکرد، دید و بازدیدهای میکرد، میامد به اونا به خود زندانیان سر میزد و این سر زدن تختی با اون تختی که قهرمان ملی بود و جهان پهلوان بود و در ایران صاحب نفوذ و قدرت معنوی هم شده بود و معنویتش موجب شده بود که سایرین نسبت به او، بعضی ها قبطه میخوردن، بعضی ها که در ارتباط با حاکمیت بودن با او مخالفت میکردن، او بلند میشد میامد در زندان دیدن اللهیار ساله، دیدن مرحوم شادروان، دکتر صدیقی، دیدن دکتر سنجابی، دیدن سایرین رهبران جبهه ملی که به زندان افتادن و با اونها ارتباط سیاسی برقرار میکرد، این ارتباطات حاکمیت رو زجر میداد و بسیار ناراحت بود، ولی در این حال جامعه هم خوشبین بود هم او تا به وسیله تختی جامعه ورزشکار ما بهش هم خوشبین بود هم موجب تقویت و علاقمندی جامعه ورزشکاری ما به اندیشه های مرحوم دکتر مصدق بود، افتخاری بود برای جبهه ملی ایران که ایشون عضویت اون شورا رو قبول کرده بود، به خصوص وقتی که آمد در احمدآباد و به تربت دکتر مصدق ادا احترام کرد و خاک اونجا رو بوسید و با رفقاش رفت و حتی از اعتراضاتی رو که آقای سرگرد مولوی بهش کرد هیچ وجه معلوم بیمی نداشت و تا آخرین لحظات زندگیش هم با همین اندیشه فکری اعتقاد داشت. علاوه بر این به اعتقادات مذهبیش آنچنان پایبند بود که به دفعات خدمت آقای
طالقانی رسید، از آسد محمود طالقانی، چند دفعه هم خدمت حاج رضای زنجانی رسیده بود و از نظریات اونها هم بهره‌مند شده بود و این انعکاساتی که در خارج پیدا میکرد برای حاکمیت خیلی ناراحت کننده بود و بعضی من واقعا در مقام اعتراض بهش برمی آدم، ولی می گفت من از نظر اعتقادات مذهبی نسبت به اینا اعتقاد دارم، از نظر سیاسی هم دکتر مصدق خدمات بسیار زیادی کرده و در مقابل استعمار انگلستان و قدرت طلبیش ایستاده. نفت یکی از کاراش بود، ولی به ما آزادی اندیشه، آزادی بیان داده. با این الفاظ و با این لغاتی که می گفت و جمله خود بخود حاکمیت نسبت به ناراحتی بسیار زیادی داشت و خوشبینی نداشت و این رابطه یه مقدار البته برای تختی افتخار آمیز بود و چون جامعه همون روز ایران هم نسبت به حاکمیت و تعدیات که حاکمیت نسبت به مردم روا داشت بدبین بود، از این جهت خوشبینی مردم نسبت به تختی موجب کینه حاکمیت هم شده بود که اونها هم نسبت بهش بی توجهی میکردن و کوشش میکردن که زمینه های شخصیت تختی رو در جامعه منکوب بکنن، ولی نشد و با مرگ تختی که پیش آمده بود و مراسم ختمی که برای تختی چه در مسجد ارک تهران سایر نقاط هم در تهران گذاشتن یا جمعیتی که برای شب هفت تختی و چهلوم تختی به ابن بابه آمدن که از میدان شوش تا آرامگاه تختی جمعیت پیاده می آمد و حتی حاکمیت از این کار بیمناک بود، همه اینا موجب شد که اندیشه های تختی و تفکر تختی و ورزش تختی که موجب افتخارش بود در ایران ادامه پیدا کرده که هنوز بعد از 46 سال جمعیتی که در اونجا میاد، تختی نه وزیر بود، نه وکیل بود، نه استاد دانشگاه بود، بلکه یه ورزشکار طرفدار اندیشه های مردم بود که از توده های مردم برخواسته بود و پیام داشت مرگ تختی برای جوانها که باید در مقابل قدرتمندانی که تضییع میکنن حق مردمو و با مردم سرکار ندارند ولی شخصیتشون بستگی داره فقط به این که با مردم در مقابل مردم بایستن و از نیروهای غیر مردمی بهره ببرن و تسلط خودشون حفظ بکنن و دنبال مال منار باشن و برای استقلال حاکمیت مردم هم به هیچ وجه مرجع اجری و جزای قائل نیستن. این تختی خود به خود تحمل حاکمیت نمی کرد، ولی چون مردم به او علاقمند بودن از اینجا صاحب عنوانی بود. من بر مبنای این و ریشه های اخلاقی تختی و مردمی تختی مطالبی رو گفتیم. سپس بعد از من آقای طالقانی صحبت بسیار زیاد قشنگی در مورد کسوت ورزشی، قهرمان ورزشی ایشون فرمودن و از تختی تجلیل کردن. سپس بعد از او خدمت شما عرض کنم که یکی از وزرای ارزشمند خوبی که تا الان اسمش در ذهنم بود الان یک باره از ذهنم رفت کنار، ایشون هم آمد در مورد اخلاقیات و حتی ورزش در اسلام و حتی حمایت از ورزشکار و آیا ورزش با اون اشعار و سننی که داره اصلا زمینه مذهبی داره و با مذهب ما با دین ما سرکار داره و ما همه ورزشکارمون هم میشه در خدمت مردم بودن و تختی هم چهره شناخته شده از همین مردمه و برای عظمت تختی و همچنین اندیشه های تختی و حتی برای فوت تختی هم اظهار تأسف ولی در این حال اظهار افتخار کرد که مجلس تا ساعت از ساعت 3 که شروع شده بود به ساعت 6 و 7 طول کشید و خاتمه پیدا کرد و بعد شنیدم در بعضی از مجالس دیگه هم یکی دو تا دیگه سه تا شنیدم که یکیشم باز من فرداش فردای روز 17 هم که میشد 18 هم برگزار کردن در یکی از مساجد منتهای مطالب جمعیت کمی بود، یکی از حیاتی بود که در خدمت شما عرض کنم خیابون
جنوب غربی تهران میشد، جنوب بله غربی تهران میشد، در اونجا تقریبا میشد امامزاده حسن تهران در اونجا برگزار شد. اونجا ما رفتیم، خیلی از جمعیتی بود در اون مسجد و در مورد تختی تجلیل و تحبیبی کردن. این آنچین که بود که ما در امسال در مورد مراسم مرحوم تختی عملا دیدیم در تهران اتفاق افتاد. بله این اون که فرمودی این نه انجام شد. درود بر شما. عظمت تختی، شخصیتش و فرهنگ و حتی مذاکرات بسیار زیادی آقایون کردن و بعضی ها در میان گفتارهایی که ما داشتیم از ما میخواستن که آقا فرق تختی با سایر ورزشکارهای دیگه چیه. ما اون چی که به درک میکردیم که آقا تختی به دلیلی که علاوه بر که جسمن آدم قوی بود، جسم در خدمت مردم گرفته بود و اندیشش هم باز جسم تو هم رشد پیدا کرد و از اون رشد جسمی و این رشد فکری جامعه بهره بود و تختی شد جهان پهلوان. و علاوه بر این جهان پهلوان بودن تختی رو جامعه بهش داد، نبیاد کسی مدال بهش بده بگه تو جهان پهلوان هستی. جامعه تشخیص داد که این لغت جهان پهلوان فقط زیبنده تختی است که هم مغزش و هم جسمش توأما در خدمت مردمه و از اینجا بهش لقب جهان پهلوان و مردم این مملکتش دادن و به همین دلیل هم بود جامعه جهانی براش تمر چاپ کرد و از اینجا به جهان پهلوانی براش هم صادر کرد که در جهت مردم فکر می شده، در قالب منافع ملی مردم قدم برمی داشته و وقتی هم بهش گفتن برای چی تا که ورزش می کنی صریح کو تا مردم بخواهند. کسی که برای مردم ورزش میکنه، برای مردم خدمت میکنه، در جهت مردم قدم برمیداره، خود به خود در دنیا آن چی که ائمه معصوم هم گفتن خدمتش اینه که جامعه ازش تجلیل میکنه، انشالله عاقبتش هم خط به خیر خواهد شد. کمینطور بود که شد، خوب زندگی کرد و خوبم فوت کرد. این حرفی که من میتونستم خدمت شما عرض کنم. شما خسته نباشید، سپاسگزارم جناب شاه حسینی. براتون آرزوی سلامت و تندرستی دارم و تا گفتگوی دیگر با شما خدافظی میکنم. بهترین ها را دارید. بسیار متشکر، سپاس گذارم. خدا نگهدارتون. خدا حافظ جمع شد. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای حسین شاه حسینی، نایب رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران و از اعضای هیئت امنای قلعه احمدآباد در تهران، درباره 46 سال روز مراسم مرگ مشکوک جهان پهلوان غلامرضا تختی، در این مراسم چه گذشت و چگونه برگزار شد، پیام تختی برای هممیهنان و به ویژه جوانان چه بود، تختی قهرمان اخلاق و سلامت اندیشه و جسم، توجه می‌فرمودید این گفتگوها در فیسبوک با نشانی صدای آزادگان و در توییتر و یوتیوب با نشانی رادیو آزادگان قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود میگیم و براتون بهترین ها رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.